بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز شبکه طلوع و همچنان لمر به برنامه آنسوی شب نبرد با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این برنامه آنسوی شب نبرد که بسیار بزودی به خیر مسابقات اصلی یعنی شب نبرد پنجم به خیر برگزار میشه، میان دو ورزشکار بسیار مطرح افغانستان که فایت مرکزی بالای این کمربند برگزار خواهد شد بحث می داشته باشیم و همچنان استاد خیبر عمرخیل یکی از پیشکسوت های ورزش های رزمی افغانستان و همچنان رئیس فدراسیون باتراندو در افغانستان با ما می باشند که قطعا در مورد شب نبرد و رویدادهایی که در MMA اتفاق مفته صحبت می داشته باشیم و در بخش اخیرم حرکات بسیار جالب تاریخ UFC که سب میشن های بسیار جالب است بر شما پخش میشه. استاد خیبر خوش آمدین به برنامه، امیدوار هستم که صحتمند و تندرست باشین. خوش باشین، زنده باشین. تشکر. متاسفانه یک رویداد بسیار دلخراش در جامعه ورزشی افغانستان اتفاق افتاد. حمله بالای یکی از ورزشکارهای نخبه MMA افغانستان احمد ولی اوتک انجام شد که متاسفانه مجروح شد و با دید و بازدید که همراهشان داشتیم فعلا صحتشان خوب است. اما به عنوان مربی احمد ولی اوتک، شما که سالها در کنارش بودین، این حمله را که بالای ورزشکار ما اتفاق افتاد چگونه دیدین و به نظرتان چقدر کار نامناسب است؟ و این خود در افغانستان مروج است و این حمله که بالای ولی اوتک و چندین ورزشکار شدن یک عمله غیر انسانی است، قابل پسند جامعه انسانی نیست، کار غیر انسانی می باشد که بالای ولی اوتک یک بچه بسیار آرام و یک ورزشکار پرشناس افغانستان که بالای حمله شده، چندین بار چندین ورزشکارای دیگه حمله صورت گرفته، چندین دا ورزشکارای ما فوت کرده. ما از دولت از مردم تقاضا میکنم که تیجه بسیار موضوع خود جدی بگیرن که در افغانستان خساره و جامعه ورزشی نبینه. بسیار خوب. احمد ولی اوتک قرار بود که در همین روزای بسیار نزدیک بره به طرف مسکو و در فایت نایت با یکی از حریفای بسیار قدرتمند که از روسیه بود مبارزه داشته باشه، اما متاسفانه با آسیبی که دید هم سفرش کنسل شد و هم مسابقهش کنسل شد. استاد خیبر، وقتی که یک ورزشکار آمادگی میگیره، زحمت میکشه، فکر کنم 5 ماه در امریکا تمرین کرده بود و میخواست که بره به فایت نایت مسابقه بکنه، همی که نرفت به مسابقه، چقدر بالای روحیه ورزشکار تاثیر منفی داره و به نظرتان چقدر صدمه وارد کرده به جامعه ورزشی کار؟ خوزن به جامعه ورزشی بسیار صدمه بسیار بزرگ شده، چون در فیسبوک ها و تلویزیون ها برآمده، خوزن به خود ولی اوتک که در حدود 6 ماه در امریکا قرنطین بود زیر نظر مربی های بسیار پروفشنال تمرین میکرد، فعلا او زخمی شده، خداوند را شفا بده که در آینده بتونه بیرق افغانستان در مسابقات بین المللی بلند بسازه. یعنی چقدر تاثیر منفی داره بالای کل ورزشکارا، روحیهشون چقدر پایین میاره؟ این سر جامعه ورزشی بسیار تاثیر بسیار منفی داره، سر ورزشکارا بسیار تاثیر میگن، روحتن سر ورزشکارا بسیار نقص میکنه و جامعه ورزشی افغانی را بسیار به سطح پایین میبره. اگر چی ولی اوتک ورزشکار بسیار توانمند با اخلاق و با ادب است و شخصا با شناخت که ازش سالهای سال دارم، امیدوار هستم که هر چی زودتر به خیر بهتر شوه و صحتیاب شوه و دوباره بتونه به مسابقات مختلف بین المللی اشتراک بکنه و افغانستان یک بار دیگه افتخارات زیاد نصیبش بسازه. به هر صورت میگذاریم از این مسئله، امیدوار هستم که به خیر زودتر صحتیاب شوه. در مورد شب نبرد کوتاه اگه بگوین چقدر مفید بوده به ورزشکارای افغانستان؟ شب نبرد بالاترین مسابقه را در سطح افغانستان گرفته، فعلا در جامعه ورزشی شب نبرد ورزشکارا را بسیار علاقه داده به ورزش MMA و فری فایت، بسیار علاقه من زیاد پیدا کرده و بسیار. استاد خیبر، هر مسابقه ورزشی که برگزار میشه یک حمایت مالی باید شود از او، یعنی اگر حمایت مالی نباشه، اسپانسر نباشه، شاید تورنمنت زیاد مورد پسند مردم قرار نگیره و به یک نوع با کیفیت بالاتر برگزار نشه. شب نبرد اتک انرژی درینک سپانسر کرده، به نظر خودت چقدر میتونه حمایت کمپانی های خصوصی بالای رشد ورزش تاثیر مثبت داشته باشه؟ ما اول تشکر میکنم از اتک انرژی که سپانسر کرده شب نبرد. ای در دنیا مروج است که یکی ورزش های اماتور از حرفه‌ای کلش سپانسر میشه که میتونه او سمی مسابقات حرفه‌ای به سطح بلند دایر گرده. بسیار عالی. و خودت به عنوان مربی ورزش های رزمی علاقه داری که شاگردایت بیایه به خیر به شب نبرد مسابقه داشته باشه؟ چرا نه، شب نبرد خود ثابت ساخته، بسیار علاقه مند هستم که بهترین ورزشکارای خود در شب نبرد
داخل بسازن و مسابقه بتانن و بتانن از طریق شب نورد و مسابقات خارجی بیرق افغانستان به اهتزاز در بیارن. بسیار خوب. از شاگردای بسیار بزرگ که خودت تربیت کردی میشه نام بگیری کیها بودن و چقدر در این عرصه زحمت کشیدی خودت؟ من خب درود 30 سال میشه ورزش میکنم، درود از یک 15 سال میشه که مربی هستم که بهترین ورزشکارای که در میمی و فری فایت و کیک بوکس است که ولی و تک از باز محمد مبارز است، دستگیر است، روح‌الله محمدی است و دیگر شاگردا است که توانستن بیرق افغانستان به اهتزاز در بیارن. بسیار عالی استاد، تشکر از اینکه به برنامه آمدین، ان شاءالله که موفق سر بلند باشین. زنده باشین، با عزت باشین. تشکر. این برنامه از طرف اتاک انرژی درینک یعنی مشت پرقدرت به شما تقدیم میشه و وقفه کوتاهی را می داشته باشیم. در بخش دوم فایترهایی که در مسابقه مرکزی مبارزه می داشته باشند را با خود داریم. دوباره خوش آمدید. دو فایتر که قرار است در شب نبرد پنجم که تا یک هفته دیگه به خیر برگزار میشه قرار است مسابقه مرکزی را انجام بدن، واحد نژند و همچنان حمید امید، خوش آمدین به برنامه. خوش باشی شهزاد جان. اولتر از همه سلام به شما و به تمام بیننده های تلویزیون طلوع و به خصوص علاقمندان خودم. زنده باشی. حمید امید کسی است که فعلا قهرمان سازمان SLFC است و کمربند قهرمانی پیشش است و میخواهد که از عنوان خود دفاع بکنه و واحد نژند کسی است که چلنج داده حمید امید. چی گفتنی داری خودت به حمید امید؟ ما آمادگی های آمتان به خاطر این مسابقه گرفتیم. این مسابقه برای ما بسیار مهم هم است و ما زیر تحت نظر بهترین ترینرهای پهلوانی کیک بوکس و فتنس تمرینات دارم که استاد نجیب الله سلطانی است که بسیار در بخش کیک بوکس مرا همکاری وکده، شب و روز سرم زحمت کشیده و از خلیفه فریدون محمدی که بسیار مو سر پهلوانی و کشتیگیری جنگ زمینی بیارایم بسیار کار کرده. اگر استاد رحمان درام یکی از فتنس کارای است که برای ما خوب یک قدرت بدنی بالای ساخته و من انشاءالله تعالی این مسابقه را ما پیش بینی خب نمیشه خب مگر ما بسیار آمادگی برای این مسابقه کردیم، انشاءالله تعالی ما برنده میدان است. امید جان گفتنی برای نژن نداری خودت؟ میخوای که شکستت بتا؟ گفتنی ها خود زیاد دارم، فقط اینجا بر شما قمیگم که خواه که دیده همه تو خواه خواهد باقی. به خاطر این مسابقه آمادگی هم تام گرفتیم و ما خواه نمیمینم، ما دقیقت میگم. کمربند پشت میمونه یا یکی از ازش خواهد دادی؟ این کمربند تا که ما ریتایر تقاوت نگونم پیشم است. کمربند سلسی از خودم است و شانی از این گرنگی هم میکنه با این عمود هم نمیتن سای و اصلیش خودم هستم در وزنش و من امشالله تالا این کمربند هم میگیرم. چطور خواهی پیش از این نگرفتی کمربند؟ خب پیش از این که دور قبل که مسابقه ما دادیم اولین فایت هایی که صورت گرفت یا بودن در او دور ما نبودیم که کمربند هم میگرفتم. تجربه حمید از خودت که زیاد است شاید بتونه دفاع کنه از کمربند. خب آمادگی به خاطر این مسابقه ما زیاد گرفتم، فایت هایی را که ما زیاد کردیم و مدال هایی را که ما بعد از فایت از یاد گرفتیم با چهار کشام و مسابقه را کده نمیتونم و نمیتونم که از کمربند خود دفاع کنم به خاطر چی که امرای نژند مقابل. حمید جان در راوند چندم عریفه میخوایی که شکست بدی؟ مسابقه تان در پنج راوند و پنج دقیقی برگزار میشه. کوشش میکنم که ادامه بتم چرا که چون ما مسابقه قبلیم که بود در 47 ثانیه تمام شد ولی شو نداشتم و ما میخوایم اگر بخوایم که زودتر ختم کنم، اگر شاید که در راوند اول اگر از راوند اول تیر شدیم باز بگه کش ساتری کده میبینیم چی میشه. ساتری میکنی کدش؟ نه. نظر خودت چی هست؟ در کدام راوند میخوایی شکست شدی؟ خب فایده یا مردم دیده بگه ما میخوایم که مسابقه را همراهش اگر بخواید از زمین ببرم میخوام از زمین همراهش فایت کنم، اگر بخواید استاده کار کنم میخوام، چیزی که خود از این تقاضا دارم امور رقم خواستم همراهش میخوام پیش برم. مگر ان شاء الله تعالی مسابقه اگر پیش بینی نمیشه که در اون چندم خمتا کمرمند حتما میگیرم. قد واحد نژند یک کمک از خودت که بلندتر است، فکر نمیکنی برات کمک مشکل ساز باشه؟ اگر مسابقه تایسن ایده باش تمام حریفاش بلند بلند بوده و تمامش بسیار خوب شکست. لینکس لی سال 2002
تایسون رو نکاوت کرد به خاطر از اینکه لنیسلیز قدش بلندتر بود آلا قد نژند بلندتر است خوی اگار استثناء داره دیگه بازو نمیشه که قد بلند داره من بگویم امرایش گموش تو لغت اول کار کنم که اما فراموش نکن که در جوجیتسو بسار تیار است حمید در جوجیتسو بسار تجربه زیاد داره اگه فایت در زمین ببری فکر میکنم برات سخت خواهد خب من میرم میگم با علاقمندایم که اگه فایت در زمین بره یا در استاده بره برای من هیچ پروا نداره چون که من از آمادگی های استاده و زمینی برخوردار هستم دیگه من آمادگی زیاد برای جای گرفتیم دیگه اگه بخواه که در زمین بره حتما من امرایش در زمین میرم من جنگ زمینی امرایش میگم در این مورد خودت کدام گفتنی نداری برش؟ من قبل از این در تیم ملی بودم تیم ملی کیک بوکسینگ این خال تیم است ما با خاص خود تا سال 2010 در تیم بودیم این بعد از 2010 است اگر این استاده فایت کنه به من راحت است من گفتم من امرای ساتری میکنم فایت هم میکنم به هر صورت بسیار مصاحبه جالب است بین هر دو فایتر فراموش نکنین که به تاریخ 26 اکتبر سال 2018 میلادی یعنی جمعه که قرار است بیایه شب نبرد پنجم برگزار خواهد شد ورزشکارهای تاجیکستان و همچنان افغانستان رقابت می داشته باشند و ببینیم که در نهایتش کدام ورزشکار و برنده خواهد شد مخصوصا در مسابقه مرکزی یا مین ایونت کدام پیام اگر داشته باشی آخرین پیامتان به یکی دیگه تان در خدمت هستیم پیام ما و تمام مردم افغانستانی است که به امید چیز گفتنی نداری آخرین برای امید آخرین گفتنی را دارم این خیال پلوای خود افامیدی بانه به کدام مسابقه دیگه که حتما که کدام صحیفوی یا که کدام ضعیف برابر شوه این گپای رکی میزنه این خبر نداره که امرای من میال دست پایش لرزش است میفهمم خب ما تمام ما حقیقت که داشته باشه با خمبش میگه آمادگی با این مسابقه گرفتیم یا با کدام آدم ضعیف مقابل نشده واید نژند هستم که من با چهره ایم کل مردم آشناس فایت هایم هم دیده میخواییم با مو خنده و با مو جذابیت این مسابقه رو پیش ببرم دیگر پیام ما و تمام مردم افغانستانی است که همیشه یک پیام گفتیم که صلح نشد دیگر میخواییم که جنگ شد برعکس یعنی شد در داخل قفس؟ نه مقصدم از مردم افغانستان ما در کل برنامه گفتیم که صلح میخواییم مگم ما دیدیم که سر ورزشکار ما حمله شد ورزشکار ما زیر شکنجه قرار گرفت زدندش زخمیش کردن از مسابقه مسلمان و مثل از این دگه در گوش این مردم هایی که میخواییم با ورزشکار ها صدمه برسانن ایره هم میگم خوانو با گپی که گفتیم صلح میخواییم خو نشد یا قبول نکردن همون بهتر است که بگوییم جنگ میخواییم که تا خود از یا بشهرمند که پای به صلح بانند تشکر با خودت با خودم بر شانس خوب میخوایم و فقط شانس خوب میخوایی یعنی ببرید نه این منظور می نیست منظور می است که یعنی شانس خوب برش از خاطر میخوایم که در خواب کس باشه بسیار خوب تشکر و کمربند سلفسی فعلا پیش حمید امید است و جمعه آینده بخیر معلوم میشه که این کمربند پیش حمید امید میمانه یا ای که واحد نژند قهرمان جدید سازمان اسلفسی معرفی خواهد شد ببینیم که در نهایت داخل کیج اسلفسی برنده کدامشون شناخته میشه این برنامه از طرف اتاک انرژی درینک به شما تقدیم میشه وقفی را میداشته باشیم و در ادامه بخش سوم را فراموش نکنیم با آخرین بخش از برنامه آن سوی شب نبرد خوش آمدید قرار است که بازم میگم هفته آینده شب نبرد پنجم میان ورزشکارهای افغانستان و تاجیکستان برگزار شود ببینیم که کمربند سازمان اسلفسی را واحد نژند به دست میاره یا ای که همچنان در اختیار حمید امید باقی خواهد ماند و آخرین لحظات از برنامه است یکی از بهترین لحظات تاریخ مسابقات مبارزات آزاد سازمان UFC آماده نشر است که حرکات جالب ثبت میشن است امیدوار هستم که از تماشایش لذت ببرین این برنامه هم از طرف اتاک انرژی درینک یعنی مشت پرقدرت به شما تقدیم شد شما حرکات جالب ثبت میشن و ببینیم از پیشتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده خدا نگهدار به بهترین حرکات سبمیشن تاریخ UFC خوش آمدید مسابقه اندرسن سیلوا و تراویس لوتر را میبینین اسمی که میبینین
حرکت تراینگل چوک را بالای حریف انجام داده. اندرسون سیلوا که از بهترین های تاریخ مبارزات آزاد است با ضربات آرنج به سر حریف میزنه و تراینگل چوک را استعمال میکنه تمام. حالا رقابت بعدی میان کارلوس نیوتن و پات میلیتچ در UFC 31 هست که تماشا میکنین و هیت چوک حرکت خطرناک و تمام برنده مسابقه کارلوس نیوتن شناخته میشه توسط حرکت سبمیشن هیت چوک. مسابقه دیگر مات هیوجز و جورج سن پیر در UFC 50 انجام شده. قسمی که میبینین میخواه که آرمبار انجام بده توسط آرمبار برنده شناخته میشه. سبمیشن دیگر نیک دیاز و همچنان کورت پلگرینو UFC Fight Night 13 هست. همچنان تراینگل را میخواه اجرا بکنه. تراینگل فشار زیاد میسازه و همچنان توسط تراینگل حریفه تسلیم میکنه. نیت دیاز برنده مسابقه شناخته میشه توسط تراینگل. اندرسون سیلوا و دان هندرسون در UFC 82 در برابر هم قرار گرفتند. سیلوا ضربات پشت سر هم را به حریف میزنه. اپرکات آکن مسلط هست برای حریف. از پایین اپرکات میزنه. آکن دیگر به سر حریف میزنه. میخواه که حرکت ریل نیک چوف را بالای حریف اجرا بکنه و فعلا موفق هست و سبمیشن را بسته میکنه و ریل نیک چوف حریف را بسته میکنه و اندرسون سیلوا حریف را در این لحظات تسلیم میسازه. اندرسون سیلوا قهرمان UFC در جهان باقی میمونه. موریلو باستامنتا و مات لند در UFC 37 در برابر هم قرار گرفتن. قهرمان هفت مرتبه جوجیتسوس آرمبار را بسته میکنه و آرمبار و تپاوت کرد یک لحظه. تپاوت و داور مسابقه قبول نداره ایزاب میشن را. با داور اختلاف نظر داره باستامنتا. نظر داور اصلا قبول نداره و داور میخواه مسابقه را ادامه بده. بالاخره میپذیره مجبور هست. دوباره مسابقه را ادامه میده باستامنتا و حالا میخواه که حرکت گیلیتین را اجرا بکنه. گیلیتین بسیار خطرناک. سبمیشن گیلیتین فشار زیاد میسازه. خیلی زیاد. چقدر خطرناک هست و تمام و باستامنتا قهرمان جوجیتسو برنده شد. کریس لایدل و جیسون گیلیان در UFC 73 در مقابل هم قرار گرفتن. تراینگل را بیرین بسته کرده. حالا کیمورا را میخواه همچنان ادامه بده و در حرکت کیمورا حریف هم قفل کرده و در تراینگل هم حریف بسته کرده و همچنان رقابت ادامه داره. ببینیم که تراینگل بله در تراینگل و کیمورا در دو حرکت عالی سبمیشن حریف برد. مسابقه دیگر میان فرانک مر و همچنان مینوتاورو نوگیرا در UFC 140 انجام شده. از حالت ساید کنترل حالت کیمورا را میخواد که اجرا بکنه. سبمیشن کیمورا را و چقدر خطرناک. دوباره برعکس و دست حریف نزدیک است بشکنه فرانک مر و کیمورا از حالت ساید کنترل دست حریف ببینه. فرانک مر برنده شد و مسابقه دیگر که میبینه میان چانگ سونگ جونگ و همچنان لیمارد گراسی برگزار شده. و حالت که میبینه سبمیشن آرم تراینگل است و توسط آرم تراینگل برنده مسابقه شناخته میشه از طرف یعنی از حالت بک کنترل. مسابقه دیگر فورست گریفن در برابر شوگان روا قرار گرفته در UFC 76 و همچنان میخواه که ریر نیک چوک را انجام بده بالای حریف و حالا توسط ریر نیک چوک برنده مسابقه شناخته میشه. عالی کار میکنه یک لحظه. فرانک مر و همچنان تیم سلویا در برابر هم قرار گرفتن در UFC 48 آرمبار را میخواه استفاده بکنه. چی آرمبار خطرناکه. بالای پای خود میخواه بیسته. دست ورزشکار شکسته و باز هم با دست شکسته میخواه حریف به کوبه به زمین. اما بازنده مسابقه است کسی که بالای حریف قرار داشت. بی جی پن و همچنان مات هیوجز در UFC 46 در برابر هم قرار گرفتن. میخواه ریر نکت چوک را انجام بده. ریر نکت چوک را انجام میشه و برنده مسابقه شناخته میشه.
بی جی پن در UFC 46 از حالت بک کنترول فرانک مر و همچنان بروک لسنر با هم قرار گرفتن در UFC 81 پای حریفه میگیره حالت میبار را میخواید انجام بده در سبمیشن میبار تپ اوت میکنه بروک لسنر یکی از بهترین های جهان در برابر فرانک مر قهرمان جهانی رویس گریسی و کن شامروک در UFC اول در سال 1993 در برابر هم قرار گرفتن حالت ریر نکت چوک هست و برنده مسابقه شناخته میشه رویس گریسی از جمله اولین قهرمانان تاریخ UFC از رویس گریسی مات هیوجز و فرانک مر در UFC 52 مقابل هم قرار گرفتن حالا دوباره فرصت هست میخواید که توسط ریر نیکد چوک حریف تسلیم بکنه و توسط ریر نیکد چوک تپ اوت میکنه و برنده مسابقه مات هیوجز شناخته میشه اندرسون سیلوا و همچنان چارلز سونل در UFC 117 در برابر هم قرار گرفتن اندرسون سیلوا میخواید که حریف را شکست بده و در ابتدا تراینگل میگیره آرمبار را برای حریف استفاده میکنه و اندرسون سیلوا برنده مسابقه شناخته میشه